شاعر میگه در سرزمین دلهوره ها خانه‌ات منم، پیله برای رویش پروانه‌ات منم، قربان آن نگاه جنون آورت شوم، عاقل تویی و عاشق دیوانه‌ات منم. این کتاب رو میبینی؟ این کتاب شعرم میبینی؟ چقدرم خوشگلم، چه جلدهای قشنگم دارم. اینا برای یه شاعر و نویسنده درجه یک و دوست داشتنیه. میخوام که بریم باهاشون گفتگو بکنیم و بریم محل کارشون دیگه. بفهم. در سرزمین دلهوره ها خانه ات منم، پیله برای رویش پروانه ات منم، قربان آن نگاه جنون آورت شوم، عاقل تویی و عاشق دیوانه ات منم. این میکروفون رو من بزنم، لباس شما بریم بالا. من هم کاریر هستم، هم دستی به قلم دارم، شعر می‌نویسم، تحقیق میکنم پیرامون موسیقی فولکلور، اشعار فولکلور. در زمین شعرم فعال هستم، در زمین داستان، حکایت سعی کردیم که به کار کرده باشیم. زنده باشیم. کارم که امرار معاش میکنیم با این کار. یعنی کار اصلی شما همین کار؟ من نزدیک 30 سال هستش که تو کار ساختمون هستم. بله. چیکار میکنید کار ساختمون؟ کار ساختمون بهتر بگم که 0 تا 100 انجام میدم، ولی به طور حرفه‌ای کاشکار هستم. چند سالتونه قربان؟ 52 سال. 52 سال. 30 ساله که تو این کار. 30 ساله تو این کار هست. ما دوست داریم که بریم زمانی که شما کار میکنیم، ببخش مزاحم کارتون هم، بریم جایی که خودتون دارین تخصص کار میکنی، هم از یه سری دغدغه و ما بگیم مشکلات بگیم و ایامی که داره برای شما میگذره دیگه. حالا چه سخت داره میگذره، چه عجیب و نمیدونم دردناک، هر جوری که داره میگذره اینا رو بریم برام دیگه تعریف بکنیم. ببینیم پدرم همیشه میگه از ما گذشت اما همچو سیخی که از کباب گذشت. دقیقاً. بفرم. من فکر میکنم، نه فکر بکنم، یه واقعیت تلخ میخوام بگم. مظلوم ترین، بیکس ترین و بی‌پشتیبان ترین قشر کارگر در ایران، خود کارگرش همه داستان دارن، کارگر ساختمانی، چون ما از هیچ نهادی حمایت نمیشیم. شاید یکی از علل اصلیش این باشه که اتباع بیگانه تو کار ما اومدن و به نوعی کار رو دست گرفتن با مزد پایین، اونام چاره ای نداشتن. یعنی الان کار شما جوریه که هر چقدر آدم جدیدتری، زیادتر یا اتباعی اضافه بشه، کار برای شما کم. هم کار کمه، هم قیمت ها میشکنه. یعنی خود دستمزد کارگر ایرانی پایین هستش، حالا اتباع میان اون پایین هم میشکننش. این شده که بسیاری از بچه های هنرمند ما تو عرصه کار کار گذاشتن کنار. کسایی که عمرشون رو صرف کردن 10 سال، 15 سال، 20 سال سنگکار شدن، کاشکار شدن، برکش شدن، گچکار خوب شدن، تمام به خاطر قیمت های پایین کار گذاشتن کنار. ولی وقتی که کار نیست، با این شرایط اقتصادی امروز که 4 روز کار نکنی تعطیل هستی دیگه، با این شرایط میاد بل میکنه میره دیگه. قبول دارم. آخرین باری که قربان شما سفر رفتی با خانواده کی بوده؟ باور کن یادم نمیاد. باور، نه اینکه بخوام خدا شاهده سیانمایی بکنم. یه سوال دیگه که از محضرتون دارم اینه که شما چند تا فرزند دارین؟ چه جوریه سن و سالشون؟ من 5 تا بچه دارم. ماشاءالله. زنده باشید. 3 تا دختر، 2 تا پسر. خب یه دخترها که ازدواج کرده رفته. آره 2 تا دیگه بچه‌ها خونه هستن و همراه اون 2 تا پسرها خونه هستن. الان دغدغه اونا چیه؟ حال و روز اونا چجوریه؟ توقعی که دارن حالا به لحاظ معیشتی، پولی، خیلی از این چیزا بالاخره هست دیگه، تو برنامه دار نمیشه یک کارش کرد. چجور بگم؟ وحشتناکه. اونا منو درک میکنن. وحشت برای منه. برای من پدری که زحمت میکشم، جون میکنم. من 52 سالمه. 30 سال تو کار ساختمون هستم، قبلشم کارگری میکردم. یعنی چه داره 5-6 سال دارم من کار میکنم. اما وقتی که بچه چی از من میخوادیش؟ رفاه، آسایش میخوادیش. من نمیتونم براش تامین بکنم. با اینکه اینم عرض کنم، من پیش همکارای خودم به نوعی سرمایه‌دار حساب میشم. چرا؟ چون یه خونه دارم، یه ماشین پراید دارم، این موتور زیر پام هستش،
بالاخره چهار تا کارم بهمون میدن انجام میدیم. از قدیم اینطوری چی بوده، یعنی شما با یه خونه و با یه پراید و اینها سرمایه دار. من سرمایه دار بچه‌ها هستم، به خدا من اینجا گچکار دارم که همین الان داره پایین کار میکنه. پا شده رفته به جمعون مبارک‌آباد، اونجا رفته نتونسته تو قم خونه اجاره بکنه. آره رهاشی نشین شده. این زشت مال جامعه ما. آینده رو چجور می‌بینی؟ اصلا 5 سال بعد 10 سال بعد رو چجور ارزوی می‌کنی؟ اگر واقعیت بخواید بسیار تاریک. دوست اونو که عیب کسی رو بگه. باور کنی چند روز پیش اینجا یه عروس آوردن همین تو کوچه، صدا ساز و دهل بلند شده، همه تعجب کرده بودیم خدا چه اتفاقی افتاده، اینقدر اصلا دیگه عروسی رخ نمیده، جشن نیست، سرونه. این از بحث اون، یعنی آینده بچه‌ها. لحاظ کاری هم که جامعه رو دارید نگاه میکنید دیگه، ما که خودمون جامعه کارگر ساختمانی هستیم، این فاجعه است. نزدیک به 500 هزار کارگر ساختمانی تو نوبت بیمه باشه، کارگری که اولین حقش بیمه است. آقا پولش هم خودمون داریم میدیم، داره این ساختمون میده. الان این ساختمونی که من دارم کار میکنم، برید بپرسید پروانه وقتی که میخواد برای صادر بشه، اول پول بیمهش ازش میگیره، بیمه ای که کارگر اونجا داره کار میکنه باید این پول ازش میگیره. حالا من خودم بیمه کارگری نیستم. جالب اینجاست که با 30 سال کار ساختمون من هنوز بیمه نیستم. من خودم 4 سال تو نوبت بودم، آخر گفتم بابا ولش کن، ما نخواستیم بیمه اینا رو. چقدر میشین چشم بکشیم که شما میخواید چه منتی میخواید سر ما بذارید؟ آقای تحویلدار، کارگر ساختمانی از بیکسترین قشر جامعه است، به خاطر همین داره صحنه رو خالی میکنه. من امروز باید 20 تا کارگر زیر دستم باشدش، خودم وامیستم کارگری میکنم. به میگن کاشیکاری نیستش، میام سیمانکاری میکنم. سیمانکاری نمیرم، پایچینی میکنم، میرم سفالچینی میکنم، فقط بتونم دغدغه نون رو برطرف بکنم. چه میشد حال ما چون حال خان بود، همیشه سفره ما پر زنان بود. غنی از فرط خوردن جان نمیداد، فقیری جان به پای نان نمیداد. خیلی محبت کردی، انشالله که بهترین ها برای شما، برای قشر شما، برای عزیزان دلمون رقم بخوره. ما یه گفتگوی میکنیم با عزیزانی که خیلی کمتر کار میکنن، بیشتر پول در میارن، در زمینه تولید و تجارت دارن زحمت میکشن، کار میکنن. این فایلش رو تقدیم شما خواهم کرد، شما ببینید که اونها دارن چه میکنن، که انشالله این نور تجارت و تولید هم در دل شما بیفته و یه هنرمند ما بیاریم به عرصه تجارت. زنده باشید. خیلی مخلصم. قربون شما برم. زنده باشید. فداتون بشم. سلامت باشید. بخونم چهار بیتی عاشقونه، وای بخونم چهار بیتی عاشقونه، آی بگم صد داد و بی داد از زمونه، آی زمونه بی کسیم که بی کسیم که، آی تلای بودم برای بر بامسم که. آخ نزن دست بر دلم، من دل ندارم، آی به غیر از کوی یار من دل ندارم.